آقای رضا پینهچی، بریم سر اصل مطلب. خودتون رو کوتاه معرفی کنید برای بینندگان ما. خواهش میکنم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و همچنین همه آزادی خواهان ایران. بنده رضا پینهچی هستم. سروان سپاه بودم. چندین سال سابقه کار در سپاه و بسیج و همچنین اطلاعات سپاه رو داشتم و الانم پناهنده اروپا هستم. ممکنه کمی دقیق تر چند سال در سپاه بودید، کجاها کار کردید و در چه مناطقی بودید؟ بنده 10 سال عضو غیر رسمی بسیج بودم، یعنی نه به عنوان استخدامی، به عنوان حالت نیمه کار. بعد 8 سال افسر سپاه بودم، افسر رسمی سپاه. در دانشگاه افسری امام حسین درس خوندم، تحصیلاتم رو ادامه دادم و در حین 8 سال خدمتیم که در سپاه بودم، 2 سالم عضو اطلاعات سپاه بودم. همیشه برام سوال بوده دانشگاه امام حسین برای سپاه چه درسایی میدن؟ مثلا چی درس میدن به کادر سپاه که بعد یه افسر سپاه بشه؟ بله، ببینید موقعی که شما ورود میکنید به دانشگاه افسری امام حسین سپاه، خب همه تحصیل کرده هستن، یعنی حداقل مدرکی که اونجا از فوق دیپلم است و اونجا به گردان‌های مختلف تقسیم میشن. بستگی داره که مدرک تحصیلیتون چی باشه و از کدوم یگان اقدام شده باشه، از کدوم استان اقدام شده باشید. اونجا خب اول دوره عمومیه، دوره عمومی پاسداریه که مدتش 9 ماهه. به خاطر اینکه ما تحصیل کرده بودیم 9 ماهه، اونایی که به عنوان بعد از کنکور و بعد از انتخاب رشته به دانشگاه افسری، اونا دورهشون، دوره اولیشون عمومیشون 2 ساله. و بعد اینکه شما در حین دوره هم خب دوره کلاس های آموزشی مختلفی از رزم انفرادی و اطلاعات و حفاظت و کلاس های مختلفی که اونجا برگزار میشه برای یک درس عمومی پاسداری به شما تدریس میشه و بعد از پایان دوره بهتون درجه اعطا میشه. که برای ما که لیسانس بودیم در گردان تهرانی مقدم بودیم، ستواندوی دادم. یه افسر سپاه وظیفش چیه جدا از اینی که تعریف میکنم، یعنی به عنوان یک حقیقتی که اونجا در دانشگاه امام حسین دیدید؟ بیشترین دوره‌ای که من حس کردم و دیدم اونجا، چون خودم هم تقریبا 4 ماه و نیم اول، یعنی تقسیم میشه به 2 تا نیمه. نیمه اول من فرمانده دستان بودم در یک از گروهان یک گردان. خب دوره‌ای که من حس کردم و دیدم و جلساتی که برگزار میشد، بیشتر این بود که افکارتو عوض کنن، تغییر افکار و نگرش نسبت به مردم، نسبت به حکومت، نسبت به جهان. به خصوص که اوایل آموزش حتی به ما میگفتن که شما باید دشمن غرب باشی، دشمن آمریکا باشی، خوبیاشونو نبینید. در مورد اینکه با مردم چجور مثلا برخورد آموزش میدادن، مثلا یه خاطر خیلی کوتاه عرض کنم که قرار بود یه تظاهرات در تهران برگزار بشه که یادم نیست چه تاریخی بود و در چه موضوعی بود. خب به ما گفتن که ما اگر چند روز که آموزش دیدیم، آموزش این که چجور بین مردم نفوذ کنیم، چجور مردم رو دستگیر کنیم، هم به صورت عملی، اتفاقی یه شب ما رو به صورت عملی به در داخل دانشگاه افسری بازرسی تشکیل دادیم و همچنین گفتن که موقع کار که رسید ما حتی بهتون پول میدیم، شما برید خرید کنید، لباسای شیک بخرید، زنجیر بخرید، دستبند بخرید، لباسای زیبا بخرید، خودتون رو قسم فشن کنید، هر چقدر فشن بهتر، و وارد تجمعات بشید. یه چیزی خیلی بدی که من واقعا تو ذهنم هنوز مونده اینه که مثلا میگفتن که شما همه چیز میتونید انجام بدید، آزادید، حتی دختران واسهتون حلال هم. این عین عبارتی بود که به ما گفتن، یعنی اینی که دخترها براتون حلالن، همین تجاوزایی که میشه سازماندهی شده است. چقدر سازماندهی شده است واقعا به دختران مردم تجاوز میکنن اینا؟ یعنی چقدر دستوری هست از بالا سپاه پاسداران به طور سیستماتیک داره انجام میده؟ یه قسمتش که سیستماتیکه برای سیاست ارعاب و ترساندن اجتماع، یه قسمتش هم که میتونیم بگیم فردیته، قضیه فردیه، که خب وقتی به شما آزادی داده میشه که خوشبختانه ما این کارو نکنیم. باید خیلی جالب بود که دو گردان ما خیلی ناراحت بودن از این موضوع، خیلی حتی اعتراض کردن، یعنی نه که خوب باشن، گفتن اصلا چهره سپاه خراب میشه، چهره ما خراب میشه. و گفتم که حتی فرمانده آموزشی ما که الان اسمش خاطرم نیست، خیلی با افتخار تعریف میکرد که بله من در مثلا اعتراضات سال 88 اینا من
ببخشید حالا رو کرفمو میزنم، مثلا من سینه دخترا رو گرفتم، انگشت نمیدم چیکار کردم، یه چیزای خیلی بد به میخندیدم. حالا یه دی هم واقعا ناراحت بودن، نبیگم که چون خوب بودن، به خاطر اینکه میگفتن با این چهره نظام خراب میشه، چهره افراد خراب میشه. و وقتی به فرد چون این قدرتی داده میشه قاعدتا میتونه سوء استفاده کنه. شما چه دوره هایی دیدید در سپاه پاسداران؟ همون دانشگاه بود که خب دوره خیلی متفاوتی بود از همه چیزی که شما فکرشو بگید. حتی چه مدت؟ عرض کردم 9 ماه. فقط 9 ماه در تهران؟ ولی حین خدمتم شما به دوره های مختلف اعزام میشید. دوره های از باس عمومیه، مثلا هر سال یه بار ما با مهاباد اعزام میشدیم، پایگاه گتپه اینا، یه به ارومیه اعزام میشدیم، همون آدگان ساحل ارومیه، کنار دریاچه ارومیه. و یه دوره هایی هست که مختص درجه و مسئولیت شماست. مثلا من دوره فرمانده تیمی هم میرفتم، دوره اطلاعات هم میرفتم در ارومیه، دوره حفاظت بود. این بستگی به درجه و مسئولیت خودتون داره، ولی یه دوره هست عمومیه بین همه نظامی. این چه سالی این دوره ها تموم شد و کجا رفتی بعد؟ نه همه دوره ها هر سال بود، تکرار میشد. خب کجا بعد شما دقیقا کجا بودید؟ کجا کار فعالیت میکردید برای سپاه؟ بنده خب اون مدتی که در سپاه بودم در پایگاه مختلف بودم. خب سیسر بودم، قاسمراش بودم، گندمان بودم. یعنی روستاهای منطقه شهرستان سردشت رو دارید میگید؟ خود گردان بودم. 8-9 ماه هم جانشین آموزش سپاه بودم. کجا؟ همین چون جاش یکم نخفیه خیلی اشتباه میگیرم، چون اگه سرمال سپاه سردشت رو نگاه کنید جلوی دژبانی یه مرکزیه که نوشته مثلا مرکز بسیج، یه تابلو گنده زد اونجا مرکز آموزش باز که کارهای خیلی مهمی هم اونجا انجام میشه. مثلا چه کارهای مهمی؟ مثلا نامهای محرمانه و اساسی که از ارومیه میرسید، از تهران به ارومیه میرسید، همچنین یا خود ارومیه صادر میکرد، یا جلساتی که برای آموزشی که آموزشایی که چارچوب آموزش برای نیروها اونجا تعیین میشد، کارهای اطلاعاتی بین رابطه بین اطلاعات و خود گردان. من خود دو سه تا دقیقاً آدرسش کجا بود گفتید؟ ببین جلوی دژبانی سفارش کنید، یه قسمتی در سردشت. بله یه مرکز سمتراز، یعنی همین عکسو که نگاه میکنید دژبانی رو، سمتراز یه قسمت کوچیکیه، یه ورودی داره که 3 تا اتاق بود با یه آشپزخونه. یه حال که خب اونجا 3 تا کادر افسر، یه دونه بسیجی، یه دونه سرباز به عنوان کار و یه دونه فرمانده اونجا کار میکرد، سرهنگ دوم بودیشون. خب شما اونجا بودید، بعد وظیفه شما چی بود در سردشت؟ چی کار میکرد؟ مثلا یه افسر سپاه چه وظیفه ای داره در شهرستان سردشت؟ خب وظایف مختلفی، مثلا فرمانده تیم، این که دستا رو به شما میدن، که یه پایگاه رو به شما میدن که برای من چندی بار اتفاق افتاده، بستگی داره. این که مثلا ما تو آموزش بودیم، به من تقریبا بالای 800 پرونده پاسدارا اطلاعاتی و حتی مخبرای کادر اونجا بود. تو این قسمت آموزش جوان بهشون دسترسی داشتم و خیلی جالب بود برام، یه چیزای خیلی عجیب غریب اونجا دیده میشد. چه کسانی مخبری میکنن، چه کسایی عضو اطلاعاتن که اصلا دیده نمیشدن. البته متاسفانه خب به خاطر اینکه من نمیتونستم اونجا مثلا، چون کامل گوشی ممنوع بود، گوشی دوربین در به صورت مخفی میکروفون گذاشته بودن، به صورت مخفی دوربین گذاشته بودن که من خودم دیدمشون، نمیشد هیچ کاری کرد. ولی مثلا یه خیلی عجیب بود واسه، ولی میشه شناخت اسما رو؟ ممکنه تعدادی از اسامی جایی که کار کردی سردشت از مخبرین اونجا رو بگی؟ چون بیننده های ما بدون تردید از نه فقط سردشت کردستان، در کل ایران میبینن که سندیت داشته باشه تعدادی از مخبرین اونایی رو که میشناسی. بله نکته ریزی رو عرض کنم که خیلی از افراد اطلاعات اسماشون کاملا بدله، درست اسمای انتخابیه، ولی اسمای اصلی رو شما اگه بتونید بگید. بله مثلا این آقای بود اسمش سوران بود، علی کانیزر بود، که خب مخبر اطلاعات مرز. بله در بخش مرز بود که فامیلیش رو میدونی سوران در کانیزر؟ نه مثلا چون عرض کردم شورا فامیلیشون رو ننوشته بودن تو پرونده هاشون، ولی خب میشناخته بشه، یعنی دیده بودن. یا عبدالمناف بود که تو شهر کنالا زندگی میکرد، این جاسوس کامل حتی نفوذی به حزب دموکرات بود، یه مدت در حزب دموکرات. اسمش فامیلیش چی بود گفتید؟ اولی سوران. نه دومی عبدالمناف. عبدالمناف
عرض کردم متاسفانه نمیتونم اطلاعاتی آها، این چی کار میکرد وظیفش؟ اینا رو نفوذ میکردن، اینا مثلا در بین مردم در سمت منافق کار قاچاق هم میکرد، قاچاق انسان هم میکرد و خیلی کارهای دیگه. ایشون مثلا کسانی که حساس بودن خودش به اطلاعات میفروخت. یعنی خود سپاه پاسداران مخبرینش کاری قاچاق میکنن ولی اونجا کسبکارا رو میکشن به جرم قاچاقی. قاچاق. من تو مرزم خدمت کردم، مثلا سپاه با یه افرادی معامله میکرد، من خودم شاهد این اتفاقات بودم ولی صورتاشون رو پوشونده بودم. اون شبی که اومدن جلسه گذار کردن صورتاشون پوشیده شده بود. این افراد مثلا میومدن هست میگفتن آقا ما بار ما کرد شد، ما زنگ میزنیم شما بزنیدشون یا به دستگیر کنیم. بارها این اتفاق افتاده و متاسفانه من عرض کردم که موقعی هم که به جلسه میومدن یا حتی اطلاعات هم مخبران میدن صورتشون کامل میشن یا اجازه نمیدادن که شما ببینید. مثلا صبر میکردن که شما برید بعد اونا را میذاشن که از در بیان بیرون. البته این اولین بار نیست که گزارش هایی در مورد اینکه سپاه خودش قاچاق چی اصلی هست در ایران، یعنی سیستم قاچاق در ایران دست سپاه پاسداران گفته میشه در موردش. مثلا من گزارش زیاد در ایران. ولی برگردیم به این مخبرین. ممکنه دقیقاً برای ما اسامی تعدادی از این مخبرین رو اینجا بگید؟ چون باید پخش بشه مردم بشناسن اینا رو. ببینید مثلا عضوهای سپاهی که در داخل شهر مخبری میکرد و حتی این نکته حساس رو عرض کنم که تو بازارهای ارز و جلوی بانکهای مهم حتما مخبرین اطلاعات سپاه حضور دارن. مثلا کسی که تو سردج مسئولیت من میدیدم تو بازار ایشون رو میشناختم، آقای عمر پیروتی بود. ایشون میومد عمر پیروتی چی کار است؟ ایشون عضو اطلاعات سپاه بود، عضو رسمی اطلاعات سپاه و یکی از بیرمترین، واقعا میگم یکی از بیرمترین کسایی بود که دیدم. و خب جلوی بانک ملی وای میستادن، جلوی بانک صادرات عوض میشدن جاشون، جلوی پاساژهای مهم که رفت و آمد زیاده ببینن کی مثلا بر ضد حکومت حرف میزنه یا دیگه بیرن. افراد دیگه چه کسایی؟ اسما بودن ولی اسمای مستعار بودن. مثلا من اسم خالد رو میشنیدم که میومد داخل بازار، محمد رو میشنیدم ولی اینا من یعنی ممکنه ما بتونیم اسامی واقعی این افراد رو داشته باشیم؟ یکم سخته. تصویراشون چی؟ یعنی عکساشون؟ حالا من میتونم چند تا از عکساشون رو مثلا مثل همین سوران اصلا. خب این مهمه. آره عکسا مهمه که لطفا بفرستید برای ما. من که عضو بودم مثلا من دو تریگر مثل من تفانی که عضو رسمی پاسدار بودم و مخبری میکردن، یعنی مخبرای حالا از شما که فرمودید من اسم یکی دیگه هم که از کسانی که شخصی بودن عرض کنم. ببینید توجه بفرمایید که اکثر چون من همه چوپانا رو نمیگم خدای نکرد، چون چوپان هم انسان های زحمتکشی هستن، اکثر چوپانا مخبری میکردن واسه سپاه و مکان گروه ها رو لو میدادن. مثلا کسی که من واقعا دیدم این کارو محمد قنادی بود که تو سیسیر زندگی میکرد. ایشون هم با سپاه رابطه داشت، هم با نیروهای خارج از کشور رابطه داشت ولی اطلاعاتو در اختیار پایگاه مراکز بالاتر قرار میداد. ولی یه ادعا هستن که خودشون کادر سپاه هستن، مثل همون عمر پیروتی، مثل منصور اسماعیلی که کور بود، علی سردار بود و هم داخل سازمان مخبری میکرد هم بیرون سازمان، مثل آقای علی اسماعیلی که ایشون شاهد جیان میاندوای بودن. ایشون هم داخل سازمان به شدت فعال بودن و خیلی ها رو واقعا میگم بدبخت کردن. هم این که بیرون مثلا قشنگ باش حرف زدن، مثلا در سازمان ابو فاضل عبدالروت هم حضور داشته به عنوان مخبر. و خود یه نکته خیلی مهمی که میخوام خدمت مردم عرض کنم، ای جوانمردی، یعنی مردم آزادی خواه ایران خیلی زحمت کشن و خیلی از در این راه اذیت میشن ولی شاید یه چارچوبای تاریکی باشه که هنوز اونا ندیدن یا مستند مثلا ندید. مثل چی؟ یعنی مثلا این که بینید افرادی که عرض کردم به عنوان نفوذی از سازمان میان داخل مردم، مردم زود بهشون اعتماد میکنن، زود تاکتیکای سپاه اجرا میشه. مثلا یکی از تاکتیکایی که اجرا میشد که عرض کردم فکر میکنن کسی که فشن لباسای فشن پوشید این حتما معترضه و حتما باید به بسیزی ریش داشته باشه، بسیزی باید چرفی داشته باشه. و خیلی ها من حتی دیدم تو صحنه اعتراضات حتی پارسال به خاطر شهید مهسا امینی به خاطر همین دودام می افتادن. یا این که خیلی شنیدم که میگن آقا ما رفتیم یه جایی این کار رو کردیم دوربینی تو کار نبود، ما قبلا بررسی کرده بودیم.
ببینید اینا دوربینای مختلف و پشت سر هم استفاده میکنن. مثلا شما در کوچه فرزن عرض میکن تو کوچه بابایی دوربین در کار نیست، افرادی شناسایی میکنه که اونجا دارن که تظاهرات میکنه، بعد کوچه های بعدی رو به صورت زنجیروار بررسی میکنه و اینجاست که لو میرن. خیلی افراد سوال میکنه آقا ما رفتیم این کار رو کردیم، مثلا دوربین ما دوربینا رو از کار انداخته بودیم، چطور بعد کشف شدیم؟ دوربینا به صورت زنجیروار بررسی میشن و اطلاعاتش به بیرون درج میکنه. درسته، یعنی مسئله از بین بردن دوربینا خیلی مهمه و در بدون تردید خیزش آینده باید خیلی مواظب به مخبرین باشین، مجازات محلی اونها، این هم خیلی خیلی کمک میکنه به ادامه تظاهرات. ولی برگردیم به بحثمون، یعنی کار کادر سپاه این هست که مواظب مردمه که تظاهرات نکنن، صحبت نکنن، تجمع نکنن، حرف نزنن، وظیفه دیگه ای ندارن، اینا چیکار میکنن؟ و قاچاق هم هست البته، قاچاقچی هم هستن. صورت سیستماتیک هم قصر میشه. ببینید ما یه بار در سال 96، البته من تاریخی که عرض میکنم شمسی هستن، در سال 96 خود فرمانده سپاه سردارجای مرادی که بودن یه محموله شیشه وارد سردش کردن، محموله یعنی مواد اولیه شیشه، و این دستگیر شد. این محموله من خودم شاهد بودم و در عرض چند ساعت دستور آزادسازی محموله رو دادم. اصلا این برای من سوال بوده همیشه، اون شهرستان سردشت، شهرستان کوچیک، از اونجا شیشه، مواد مخدر شیشه زیادی تولید میشه، به کل ایران و منطقه فرستاده میشه، داستانش چیه؟ و البته در گذشته ما مصاحبه داشتیم، گزارشهایی داشتیم که خود سپاه پاسداران اصطلاحاً که بهش میگن آشپزخونه، آشپزخونه داره. داستانش چیه؟ ممکن در این مورد اطلاعاتی دارید که سپاه چقدر تو این داستان و کیا هستن؟ اسم بیارید لطفاً. بله 100%. ببینید کسانی که عرض کردم خود آقای مرادی حضور داشتن، در این دست داشتن تو این موضوع، افرادی مثل خالد زورهی بودن، رحمان خمانی که تو سردش بهش میگن که شهرتش بهرامپور بود، نه همشون به صورت سیستماتیک عرض میکنن در قضیه قاچاق، در سرقت های داخل سازمان سپاه. ببینید داخل سازمان سپاه خیلی سرقت میشه، سرقت های سنگینی میشه، اختلاس های سنگینی میشه به صورت های مختلف، نه فقط نقدی. مثلا میرن با شرکت های مختلف قرارداد میبنن، قراردادی که 3 میلیارد مثلا میکردن 5 میلیارد تومان نصفش رو بنزین میزدن. کلا سیستم قضایی ایران اینطوریه که ضعیف کشه. شما اگه یه ربع گوجه فرنگی بدزدید متهم به انواع جرایم میشید و سرته آویزون میکنن. ولی کسانی که داخل سیستم، ما حتی اطلاع میدادیم به خود سازمان، خیلی جالبه، ما به بعض اطلاع میدادیم. آقا برنجی که با من، یه مثال عرض کنم، برنجی که به ما دادن تاریخ گذشته، باورتون نمیشه، برنجی که به ما دادن تاریخ گذشته بود پایگاه، میگفتن صداشو در نمیاریم، یعنی پدرتون رو در میاریم، این اشتباه شده. مگه میشه دهاتون برنج، صدهاتون برنجی که واسه یه شهر یا استان خریداری میشه اشتباه پیش بیاد؟ بس خب اشتباه پیش اومده، چرا اون فرد مجازات نمیکنیم به خاطر این بی‌احتیاطی؟ دزدی و اختلاس سرتاپای رژیم رو گرفته. ولی مشخصا اجازه بدید در مورد کارهای سپاه اونجا صحبت بکنیم. در سرزشت شما که کار کردید، چند سال اونجا کار کردید شما؟ 8 سال. در حال حاضر فرمانده سپاه کیه اونجا؟ البته جدیدن بنده کامل اطلاع ندارم، واقعا شرمنده. یعنی میدونم شما از کشور خارج شدید، شما از ایران خارج شدید، ولی وقتی که شما بودید کی بود؟ آقای مرادی بودن. اسم کوچیکش چیه؟ مرادی اهل کجاست؟ ایشون اردبیل بودن و خیلی جالبه که به صورت کاملا سیستماتیک هم توی کار بودن. یک کسی هم که خیلی مهمه اسمش رو بیارم، آقای محمد زوار بود که اون موقع فرمانده اطلاعات سپاه بود، که آخرین باری که من توجه شنیدم ایشون جانشین شده و ایشون هم به صورت سیستماتیک، من خودم دیدم داخل اطلاعات که به صورت سیستماتیک به روش‌های مختلف پولشویی می‌کردن. این پولشویی چه جوری بود؟ به صورت این بود که عرض کردم مثلا اجازه می‌دادن مواد اولیه شیشه وارد بشه، مثلا حتی در بحث ببخشید جنسیتی این کارو می‌کردن. یعنی چه کار می‌کرد؟ یعنی ببینید اینا به خصوص شهید، یعنی به اصطلاح اون عرض می‌کنم، میگن شهیدای انقلابشون که خانمایی که باقی می‌موندن باشون عقد نکاح صیغه موقت امضا میکردن و پیش سردش قضیه دو چیزی، یکی اینکه مردم رو سرگن به اعتیاد و
دام‌های مختلف اعتیاد و جنسیتی کنن. این یکی از راهکارهای حکومته. یعنی و... این بله اینی هم وایسا قبل از اون شما گفتید در مورد اینا این اسمی که بردید چی بود اون محمد. مال اطلاعات سپاه محمد چی؟ زوار. تکرار بکنید لطفا. محمد زوار. زوار محمد زوار این میاد کسایی که از خودشون مال رژیم کشته شدن مثلا این میاد همسراشون رو صیغه میکنه. بله نه ایشون بقیهش این مرادی هم این کار میکرد تا ما خیلی اصلا واسه همون عزیزی بود. ببینید یکی از متاسفانه که من نمیتونم خیلی از یعنی نمیتونم اون اسمی رو کفز کردم بگم بخاطر که خیلی از این اسامی رو پنهان میکردم و مخفی کاری میشد. مشخصا مثلا یادت کی رو صیغه کرد فرزن؟ شما یه نمونه میتونید بگید؟ عرض کنم به خدمت دید دکتر ربطی بود که پدرش هم تو بازارچه قسمراش کار میکرد، یعنی از عراق بار میاردشون. هر وقت پدرش میومد باید بازار، حتی یک بار به خاطر پدرشون که هنگ مرزی اجازه نداشت به مرز عراق بره، کلا بازارچه رو بست مراد. خب آخه یه سوال پیش میاد، مگه اون منطقه کرد در منطقه سردشت اهل سنته؟ اینا که به صیغه اعتقادی ندارن، به لحاظ دینی میگم، من چجوری صیغه پاسدار بشن؟ منافع شخصی. مثلا پدر ایشون که اسمشون گفتن مریمه، این دختر میگفتن مریم، من دیدم یه بار تو دفتر فرمانده سپاه، ایشون موقع میمد ستاد اصلا واسه خودش سرداری بود و حتی یه بار به خاطر پدرش که هنگ مرزی اجازه نداد سال 97 به مرز عراق بره، یعنی کل بازارچه رو بستن، کل بازارچه رو گفتن تا زمانی که این رضایت نده این بازارچه باز نمیشه، چون هنگ مرزی نمیذاشت پدرش بره و خیلی اوضاع خراب بود در این هنگ مرزی با سپاه پاسداران هماهنگ نبود؟ ببین تو بعضی جا چرا هماهنگ بود، ولی بعضی جا هم با هم استکاکاتی داشتن، با هم اختلافاتی داشتن و بعضی وقتا میخواستن به اسلام میگه گوش همدیگر رو بگیرن، اون قدرت نمایی کنه، اون قدرت نمایی کنه و در این بین مشکلاتی پیش میاد. خب ادامه بدید. در سردشت بودید دیگه، در مورد کسایی که در سردشت در تظاهرات مسئول سرکوبن اونا رو میشناسید؟ کسایی رو میشناسید از این طیف؟ ببینید عرض کردم که قضیه سیستماتیکه، ولی مثلا رحمان خمانی کسی بود، رحمان بهرامپور کسی بود که خب واقعا تو بحث سرکوب مردم، در بحث عرض کنم به خدمتتون که درگیری با گروه‌های ضد نظام خیلی خیلی فعال بود، حتی بعد بازنشستگیش هم ایشون فعال بود. عرض کنم به خدمت آقای محمد زوار که واقعا بود فعالیت داشت، عمر پیلاتی واقعا فعالیت داشت اصلا. ولی یه مسئله مهمی که اینجا مطرح میشه، با تمام به اصطلاح زحمتایی که نیروهای کرد برای این حکومت میکشیدن، حکومت واقعا نیروهای کرد و حتی ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم واقعا سگ حساب نمیکرد. یعنی هیچ خب برای چی این سوال مثلا خود شما کردی چرا وارد سپاه شدی؟ بس خیلی بحث جالبیه. ببینید بعد موقعی که دانشگاه رو تمام کردم به بنده پیشنهاد دادن، اون موقع دفترچه سربازی مو پر کردم و رای ارتش. خب دقیقا این نکات رو بررسی کردم، گفتم ما افرادی مثل شما رو میخوایم تحصیل کرده که به مردم خدمت کنن، یه حقوق هم بگیرن. به هر حال شما قرار نیست حتی به جای رزمی اعزام بشید، شما قرار کادر پشت میزی باشید و به مردم خدمت کنید و دقیقا این جمله که شما رابطه بین حکومت و ملت کرد باشید. خب آخه همین اینی که گفتن رابطه بین حکومت و ملت کرد باش، سپاه پاسداران به غیر از جنایت و تجاوز و وحشیگری در کردستان چه کار دیگه انجام داده؟ مثلا چه خدمتی؟ مثلا واقعا یک خدمتی صادقانه خدمتی به مردم کرده سپاه پاسداران؟ متاسفانه وقتی ما از کلمه جمله شستشوی مغز استفاده میکنیم، ما سنمون موقع فکر کنم 22 سال بود که ما به این پیشنهاد دادن و خیلی محترمان شیرین با ما ما نمیدونستیم پشت پرده این استخدام چیه. خیلی بحث مهمیه این که چرا باید یک کرد افسر بشه. ما خیلی با زبون خوش احترام شیرین زبونی ما رو دعوت کردن،
شما باید به ملت تو خدمت کنید، شما باید برای و ما خوشحال بودیم از این بوده، یعنی ما جنبه منفی نرفتیم تو این کار، خیلی خوشحال بودیم که آقا شما باید افکار جدید رو وارد سیستم کنید، به ملت خدمت کنید، کار مردم را بندازید، شاید اشتباهاتی شد دقیقاً نرفتم زره، شاید اشتباهات شده یه دی این مال سیستم نیستش، ولی ما وقتی که وارد سیستم شدیم فهمیدیم که چه قضایی پشت پرده ای هست که از کردها استفاده میکنه، یا نه تنها کردها، از قومیت ها و مذاهب مختلف استفاده میکنه که تو دانشگاه افسری خیلی این چیز واسه ما آشکار شد. اساسا به هر حال من نمیدونم، چون در اون اساسنامه اولیه سپاه اینطوری بود که باید شیعه باشه کسی که سپاهی میشه و یعنی نمیتونه عضو رسمی باشه، درسته؟ میثاق پاسداری که امضا میکنید دو هفته اول که ورود میکنید و قبل اینکه شما لباس نظام بپوشید میثاق پاسداری میگن، چون این چیزی مطرح نشده، ولی حین خدمت از ما دعوت کردن به صورت رسمی تک تک به حفاظت دعوت کردن که شما میتونید شیعه بشید، اگر شیعه بشید، حتی نقشه پشت سر این سرهنگ بود، گفتش که هر جایی که دوست داشته باشی میتونی خدمت کنی، یه درجه بهتون تشویق داده میشه. این سوالی، یه سوالی شما فرمود حین مطالب که چجوری مثلا اینا این کار رو میکنن، مخبری کسی داشت اینه که به شما زمینی هایی رو میدن، وقتی شما میشید چیه، وقتی شما مخبری میکنید زمینی هایی رو در اختیار شما، مثلا این که به شما درجه بالاتر این رو میدن، مثلا شما اگه جرم هایی رو انجام بدین جرم ها پاک میشه از نظر سیستم و شما مجازات نمیشی. خیلی ها میگن ما فلان پاسدار رو دیدیم که فلان جرم رو کرد، با ببخشید با زن مردم دستگیرش کردن، چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ اینا مزایایی که نظام به شما میده در عوض انتظاراتی که از شما داره، میگه شما این کارا رو بکنید، جرم کردید، خلاف کردید با زن مردم، شرب خمر کردید، من بوده تو سپاه سرداش که از بسیجی‌های میان دوابی که شرب خمر کرده بود، ولی مجازات، یعنی مشروب خوردن. خب بسیار خب، آره خب، اینا مشخصه برای خودشون مجازاتی در نظر نمیگیرن و هر جنایتی را میتونن مجاز هستن که انجام بدن علیه مردم. برگردیم به بحث خودمون. در مورد شما حماس و حزب الله و اینا که با سپاه پاسداران اینا از در ایران آموزش میبینن، چیزی در این مورد میدونید شما؟ خبری دارید؟ بله، من بنده دو تا چیز میتونم عرض کنم. یکی موقعی که ما آموزشی بودیم یه سری فرماندهان حزب الله که البته ما اسامیشون اون موقع هم نمیدونستیم، فقط میومدن به کلاس ها سر میزدن، چون خود قاسم سلیمانی هم به کلاس ها سر میزد، سلامی سر میومد به دانشگاه افسری به مکانه آموزشی یا مکانه حتی رفاهینا سر میزدن و بازدید میکردن. خب اونجا بعضی وقتا فرماندهانی که امرو از قاسم سلیمانی و سلامی حضور پیدا میکردن، خب به اصطلاح خودشون محور مقاومت بودن، خودش میگفتن که، ولی اسم نمی بردن و میگفتن که خب از مقامات عراق هستن، مقامات سوریه اومدن، تشریف آوردن که بازدید کنن، شما رو ببینن و اینجور چیزا. یه مسئله این که ما در دوره کبیری که برای ما برگزار شد دقیقا ماه سوم و پاییز سال 93 بود، اگه اشتباه نکنم کرمان بود، در کرمان خب ما رو بردن بدون مرکز آموزشی برای دوره کبیری. اونجا یه سری مغارهای زیرزمینی بود دقیقا مثل تونلای غزه، یه سری ولی نه در کف زمین، به صورت غارمانن تونلای رو توی کوه کنده بودن، سنگرهای بالای کوه بودن که اونجا یه سری یگانا رو دیدیم، ولی ما اجازه نزدیک شدن به این یگانا رو ندادیم، گفتن که نیروهای لبنان و فلسطین هستن که اینجا آموزش میبینن و حتی اجازه ندارید وارد تونلا هم بشید، که ما نمیتونستیم واقعا وارد تونلا هم بشید. و خیلی جالب، من اونو با چشم خودم وارد به خود و ساده تعریف میکردم و بیمانشون میدادم که اینا نیروهای فلسطینی و لبنانی هستن که اینجا آموزش میبینن. بسیار خب، سوال دیگه که پیش میاد در مورد در همون مسئله کردستان که بودی در سردشت، اون طرف مرز هم گروه های عراقی بعضی هاشون با سپاه پاسداران همکاری میکنن، تجربه ای داری از اینکه کیا همکاری میکردن؟ چه نوع همکاری و رابطه‌ای وجود داشت بین احزاب کردستان عراق با سپاه پاسداران؟ که اونایی که فرق نداره، اونایی که اسمشون محور مقاومت گذاشتن، احزاب کردستان که با سپاه همکاری می‌کردن. بله،
متاسفانه نه، من در این زمینه اطلاعات خاصی ندارم. شما در زمینه برون مرزی نبودید، فقط داخل؟ نه، من تفکیک شده از داخل اطلاعات سپاه. شما اجازه ورود به هر قسمتی رو ندارید. بسیار خوب، پس در داخل در همون منطقه سردشت چه کارهای دیگه ای انجام میداد سپاه پاسداران؟ ویدی که از طرحی که اجرا میکردن، مثلا طرح شهید کاوه که خیلی هم معروف بود، طرحش این بود که ما باید بومیا رو استخدام کنیم، از بومیا به خصوص روستاهایی که این روستاها خیلی بر ضد نظام هستن. نمونه بارز و مهمش روستای سیسه. روستای سیسه یکی از روستاهایی بود که واقعا حل نمیشد در نظام. نظام خیلی تلاش میکرد که بتونه این روستا رو وارد مدار خودش کنه. طرح شهید کاوه از روز اولی که اومد اصلا بحثش این بود که ما در بخصوص در بین روستاییان بتونیم افرادی رو جذب کنیم، هم به عنوان مخبر، هم به عنوان، حالا مخبری هم روز اول بهشون نمیگن، اینا رو نمکگیر میکنن با حقوق، با محبت، و کم کم وارد این کار میشن. کسایی رو تونستید در سیسر در همون روستا وارد کنید؟ اسم کسایی رو دارید که قبول کردن همکاری کنن؟ مثلا یاسین عیس، یاسین شیخه بود، مثلا آقای سامان بود، آقای رامیار بود، البته رامیار از روستای دیگه آورده بودن. اینا افرادی بودن که البته من چیز خاصی ازشون ندیدم بگم اینا مثلا بدی کردن، ولی با همین طرح شهید کاوه جذب شدن. حتی بارها از طرف مردم سیسر اینا رو تهدید میکردن و تعجب میکردن. باید یکی از طرح شهید کاوه هم اینه که سربازای این مناطق جذب کنن. یعنی سیسر یه جایی بود که سرباز کم، تعداد کمی از جوان حاضر بودن برن سربازی، به خصوص به واسه سپاه. ولی موقعی که اونجا پایگاه تشکیل شد، پایگاه رسمی، اولین چیزی که بنده حضور پیدا کردم گفتن جواناشون به عنوان سرباز جذب کنید که اینا در آینده سرمایه‌گذاریش افکار مردم کم کم حل بشه، از تغییر پیدا کنه نسبت به نظام. کفش نیومدن پخش میکردن، یه چیزایی رو پخش میکردن، مثلا مراسمات نوروزی که در سیسر برگزار میشد، اگه قرار بر تغییر افکار مردم نبود، بعد حضور پایگاه به هیچ عنوان اجازه این مراسم رو نمیدادن. ولی دقیقا اطلاع سپاه این اجازه رو داد، گفتش بذار مردم کم کم کنتاکت پیدا کنن با این مسئله. آقای رضا پینچی، بعد 8 سال سپاهی بودن، پشیمون نیستی که وارد سپاه شدی؟ واقعا من خیلی خیلی پشیمون. چه حرفی داری برای کسایی که ممکنه ببینن، مثلا کسایی که با شما بودن اونجا ممکنه حالا ببینن، چه پیامی داری براشون، چی کار بکنن اینا؟ هر رژیم دیکتاتوری یه روزی خواهد فرو باشه و این حکومت هم پایاش لرزان شده و به مرحله آخر عمرش رسیده. هنوزم دیر نیست که به مردم بپیوندن. ما مردمی واقعا مظلومی داریم که آخه سادم هست. یه سوال، میشه کسی که اونجا، خود شما خب نیستید دیگه در ایران، ولی میشه کسی که اونجا باشه بیاد بیرون از سپاه اجازه میدن؟ این رو من میخواستم بدونم. متاسفانه کادرهای رسمی رو که اصلا اجازه نمیدادن، یعنی من افراد میشناسم حاضر بودن اخراج بشن ولی نمونه، ولی اینا نمیدادن این کار، یا وکلی هم جریمه میشه اگه بخواد بیاد بیرون و به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم، چون به خصوص کادرهای رسمی دست ارومیه نیستش، باید تهران هم تایید کنه. به خصوص بعد از مشکلات اقتصادی که شروع شد، اعتراضاتی که شروع شد، خیلی خیلی سختگیرتر کردن مرحله خروج حتی پاسدارای بسیجی رو، که قبلا راحت‌تر در عرض یه هفته تصویر میدادن، الان کلی گیر میدن که آقا شما باید جریمه بدید، شما نباید نمی‌کنید، ممنوع خروج میکنن، اصلا یه جوری میکنن که فرد پشیمون بشه. و مهمتر از این مسئله، شما اگر نظام بیاید بیرون، مسئله این که مراحل بعدی استخدام، اگر بخواه ارگانی استخدام بشی، به صورت زیرمیزی کاملا ردتو میزنن و نمیزنن شما استخدام بشی، تهدید میشی از این بابت. یعنی کاری میکنن که شما مجبور باشی اون فلاکت و فساد و جنایت در درون سپاه رو به بپذیری و همراهی کنی، راه دیگه برات نمیذارن اگر در داخل ایران باشی. مادی شما رو چنان تحت فشار قرار میدن که شما راهی جز این مسیر ندارید، یا این مسیر یا افتادن تو دره. و افرادی هم الان ما در سادش این اتفاقان افتاده در شهرهای مختلف سپاه که ما حالا شهرهای مختلف ایران ما اطلاع داشتیم دورادور، که
کسانی که پاسدارایی که معترض بودن، پاسدارایی که قصد خروج داشتن و حتی خارج کردن، حتی اخراج یا بازنشست کردن، ولی بعد سربنیست کردن. البته تو سردش چنین اتفاقی نیفته، ولی چون این تهدیدهایی رو که شما میشنوی و جالبه تو کلاس هم بهش اشاره میکنن، مستقیم تهدید میکنن که آقا فلان پاسدار این کار رو کرد، از جریان انقلاب خارج شد و به روسیه رسید، به بدبختی و زلالت رسید. و مشکلات اقتصاد ایران هم جوریه که خیلی هاشون الان بخوان بیان بیرون بازم نمیتونن. سخته براشون، درسته؟ یعنی باید فرصتی ایجاد بشه، شاید تظاهراتی که مردم اینا کاری بکنن که احساس بکنن این رژیم دیگه رفتنیه اون موقع. این قابل درک هست، ولی در این بین اونی که قابل درک نیست، خب کسایی که پس شیمون شدن میتونن که نافرمانی بکنن. مثلا توی جایی میگن آقا شما به مردم شلیک کنید، این میتونه به در و دیوار بزنه، نمیتونه این کارو بکنه. متاسفانه اتفاق کاسه خودمون افتاد. ما جز نیروهای اعظم به سوریه بودیم سال 94 بود، بین 94 و 95. متاسفانه خب من تمرد کردم، چون اینا به ما گفتن اگر فرصت داشته باشی کوتاه عرض کنم چجوری ما رو میخواستن به سوریه اعزام کن. اینا به ما میگفتن که قضیه زیارتیه، حتی زنگ زدن گفتن شماره شناسنامه خانم و فرزنداتون هم بدید شماره هاشون. ولی بعد یه هفته زدن زیرشو، ما هم موقع هم سیسر بودیم، گفتن که نه ماموریتی، قرار فکر کنم به حلب صادر ارسال بشیم از طریق فرودگاه تهران. و خب من تمرد، من گفتم آیا واقعا این اختیاریه؟ گفتم بله اختیاریه، میتونید نرید. ولی بعد اینکه ما نرفتیم کلی اتهام زدن که آقا شما اقتصاد رو کردی. خب شما اگه میرفتید اون پایگاه دیگه هم میرفتن، چون پایگاه سی سی هم اولین پایگاه بود که به اصطلاح تمرد کرد، چون خودشون گفتن اختیاریه. و افتاد روی اسم نیروهای سوسر که یکی از مسئولاش هم بنده بودم. بعد اینا رو جمع میکنن، وقتی نتونستن از طریق مجازات قانونی شما رو تنبیه کنن، جمع میشه و همزمان در آینده پرونده گندهی برای شما تشکیل میشه که دیگه نمیتونی از چنین گردابی بیای بیرون. نه خب این یه مورد مشخصیه که این نافرمانی اسم نوشتن، ولی تو خیابون وقتی که تظاهرات هست، اینا توی مردم هستند و باید مثلا به مردم، ما این همه آدم داریم که چشماشون رو از دست دادن، این همه جانشون رو از دست دادن، خب نمیشه این نافرمانی اونجا باشه که به آدما شلیک نشه؟ کسی که نمیدونه که میتونه بگه نزادم. در بین اعتراضات مردم این فرد میتونه چشم رو سرش نیست که مراقبش باشه ببینه چیکار میکنه. خیلی از افرادی که تیراندازی میکنن هم سیستماتیکه هم عقده‌های شخصی دارن. مثلا خیلی از پاسدارا میگفتن که اینا دنبال لختی هن، نمیدونم اینا میخوان حکومت امام زمان رو به خطر بندازن. و متاسفانه سازمان به صورت سیستماتیک این قدرت رو بهشون میده. پس اگر نگیم که همه سپاه پاسداران ضد مردم نیست، اون تعدادی که تیراندازی میکنن بدون تردید ضد مردم هم و مجازات میدانی اونها یعنی اولویت مهمترین کاریه که در تظاهرات به نظرم باید انجام بشه. من همین الان به مردم ایران عرض میکنم، کسی که قصد کشتن، شهید کردن مردم، زخمی کردن مردم داره، میتونه رای، ببخشید اینو میگم، رای بیشرفی رو انتخاب نکنه. مگه ما همین راه انتخاب، ما این راه پیمودیم؟ مگه میشه شما فقط بگید من مجبور بودم این کارو بکنم؟ چرا ما مجبور نشدیم؟ ما همین نه همه جنایت نکردن بدون تردید، همه به خاطر اینکه بنده حاضر نبودم شلیک نکردم، طرفم پا روی احساساتم، پا روی وجدانم قرار بدم. ولی خیلی اکثرا عرض میکنم این کارو میکنن. و جالب سیستم هم اون کسی که عاشق این کارا راستو میاد در این اعتراضات دخیل میکنه، چون میدونه از هر کاری از دستش برمیاد. افرادی که به نظر من باید خونسازسازی بشن بدون تردید. خیلی ممنونم آقای رضا پینه‌چی، سپاسگزارم از صحبت با شما. اگر هم فرصت کردی برای ما بنویسی اسامی مخبرین اطلاعاتی ها، شاید در این گفتگو همه به فکرت نیاد، یعنی در خاطرت نمونه نباشه، ولی بعد که بشینی فکر کنی من خیلی خوشحال میشم که یک گزارشی از تمام اسامی کسانی که در سردشت با اینا همکاری میکنن رو به ما بدید. سپاسگزار میشم. خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. منم خیلی از شما ممنونم که این فرصت ویژه رو در اختیار بنده قرار دادید.
و همینجا هم تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده ای که در رای آزادی زنان ایران، در رای آزادی ایران جانشون رو فدا کردن. از صمیم قلب هم عذرخواهی میکنم به خاطر سالهای سیاهی که داشتم. البته هرچند کار شخصی انجام ندادم خدا رو شکر، ولی هم که حضور داشتم پرونده سیاهی بوده، ولی من از صمیم قلب هم عذرخواهی میکنم هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که روزی بتونیم ایرانو آزاد ببینیم، آزاد برای همه نژادها، برای همه اقوام دینی و مذهبی و همچنین اقوامی که اونجا و مردم ایرانی که به صورت مسالمت‌آمیز همیشه زندگی کردن، اما متاسفانه یک رژیم آخوندی سبب این مشکلات داخل کشور شده و واقعا متاسفم. سعی در جبران زندگی خودم دارم. سپاسگزارم. بسیار عالی.